سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. من فرماز قاضی‌زاده هستم. قبل از شروع برنامه یادآوری کنم که موضوع این برنامه برای خردسالان مناسب نیست. اگر همراه فرزند خردسالتون هستید، شاید بخواید که همینجا تلویزیون رو خاموش کنید و برنامه رو در فرصت دیگری ببینید. در سالهای اخیر مسئله سکس و روابط جنسی به یک بحث جدی اجتماعی در ایران بدل شده. جامعه ای با زیرساخت‌های سنتی که سکس همواره در آن تابو بوده، حرف زدن درباره آن هم تا جایی که بخش قابل توجهی از جامعه هیچ گونه روابط خارج از چارچوب ازدواج را نمیپذیرند و بخش دیگری روابط جنسی را به شکلی تجربه میکنند که گویا برای آن هیچ حد و مرز و مناسباتی معنا ندارد. شمار بالا و امکان دسترسی به کارگران جنسی نه تنها در تهران، شهری که حکومت اسلامی آن را ام القرای اسلامی می‌داند، که در مشهد، در قم، در اصفهان، شهرهایی که به شکل سنتی جامعه‌ای به شدت مذهبی دارند، این سوال را ایجاد کرده که چه باعث شده که جامعه به سمتی برود که نه تنها دلخواه حکومت نیست، نه تنها با تعاریف سنتی جامعه فاصله دارد، که در بسیاری از کشورهایی که روابط زن و مرد بسته نیست هم رواج ندارد. روابط جنسی مدت‌هاست که دستمایه ساخت مستندهای زیادی بوده. به تازگی اکران خصوصی مستند ایکسونامی به واکنش‌های گسترده در فضای مجازی منجر شده. این مستند که بر اساس آنچه در تیزرش آمده، خاطرات یک بازیگر فیلم‌های بزرگساران یا پرنستار است. Hello. I am proud to announce that after many ups and downs, for the first time ever, someone like me is talking directly, exclusively to you, especially your young people, the people of Iran, the people of Iran. The very fact that I am here today talking to you is an epic, unprecedented event in the diplomatic relations of our two countries. It is at the heart of one of your biggest foreign problems. I don't know what you call us or what you think about what we do, but here I am respected. Here they call what I do an adult film actress, a porn star. And this porn star would like to share some of her memories with you. با خواندن بیشتر درباره این روایت مشخص می‌شود که از طریق این تیزر جلب مخاطب هدف بوده که در مستند یک بار دیگر به انحطاط جامعه غربی پرداخته شود. سازنده فیلم در مصاحبه با روزنامه جام جم گفته جامعه‌ای که 20 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند که دسترسی درستی برای تامین نیاز جنسیشان ندارد، باید جامعه عادی باشد. در برنامه امروز در مورد همین مسئله صحبت می‌کنیم با سه مهمان: مرضیه آذرافزا، فعال مدنی از کرمان با ماست، حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از واشنگتن، و لیلی نیکونظر روزنامه نگار و پژوهشگر مطالعات فرهنگی از بروکسل. خوش آمد میگم به هر سه نفر شما و ممنونم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. خانم آذرافزا، این مسئله روابط جنسی در جامعه ایران به نظر میاد که مسئله هست که این روزها نظر تعداد زیادی از کسانی که در علاقمند هستن ساختن فیلم های مستند رو جلب کرده، فیلم های زیادی هم در موردش ساخته شده. به نظر شما این روایت هایی که میشه با جامعه انطباق داره؟ این نگاهی که مثلا از سازنده این فیلم میشنویم که میگه جامعه ای که 20 میلیون نفر درش زندگی میکنن که دسترسی درستی برای تامین نیاز جنسیشون ندارن، جامعه عادی نیست به نظر او؟ سلام خدمت همگی.
من فکر می‌کنم جامعه ایران یه جامعه‌ای هم بود که گفتید هنوز سنتیه در یه بخش‌هایی، ولی در یه بخش‌هایی هم می‌تونیم بگیم که از همه ابزارهایی که جوامع توسعه یافته ابزارها رو منظورم دارن بهره می‌برن از شبکه‌های اجتماعی، از اینترنت، از ماهواره، همه استفاده می‌کنن. به هر حال کشورهای مختلف صاحب یه فضای فرهنگی خاصی هستن، از طریق فیلم ها و اون محصولات فرهنگیشون اونا رو منعکس میکنن و جامعه ایران هم در معرض این داد و ستد ها قرار داره و طبیعی است که ما یک آشفتگی رو توی فضای فرهنگی جامعه شاهد باشیم که خود همین مسائل بحران های روابط جنسی، حالا چه به صورتی که حتی برای جوامع مدرن هم ممکنه که اینا بحران شناخته بشن یا تو اون چارچوبی که برای کشورهای توسعه یافته عادی تلقی میشن ولی یه جامعه مذهبی سنتی اونها رو غیر متعارف میدونه، ما باش مواجه هستیم و این خصلت جامعه ماست که همه مظاهر واقعا توش الان هست، دیده میشه. هیچ کس دقیقاً جامعه ما یه جامعه کاملا سنتیه یا بگه یه جامعه کاملا مدرنه، بنابراین ما این چالش و این درگیری رو داریم اینجا. خانم نیکو نظر، نظر شما در مورد این گزاره چی هست؟ این که جامعه ایران جامعه است که تعداد زیادی از افراد هستند که نیاز جنسیشون براش فکری نشده و این احتمالاً زمینه مشکلات اجتماعی هست. اصلا شما چنین مشکلات اجتماعی رو در جامعه ایران رصد میکنید؟ دیده میشه به نظر شما؟ ببینید این چیزی نیستش که در واقع مبتنی باشه بر گزارشی که این مستند ارائه میده، چون من دیدم که شما هم تو صحبتاتون اشاره کردید که کارگردان یا کسی که به هر حال راوی این مستند هست این حرفا میزنه در مورد 20 میلیون نفری که قرار که نمیتونن نیاز جنسی خودشون رو پاسخ درست براش پیدا بکنن در جامعه ایران. این آمار به هر حال آماریه که وجود داره و اینها مبتنی بر فکت هستش، مبتنی بر در واقع کار آماری هست و جالب اینجاست که این آمار 20 میلیون رو من از زبان آقای محمد رضا زیبایی نژاد که ایشون مسئول مرکز تحقیقات زنان حوزه علمیه قم هستن، من این آمار رو از در واقع در خبری خوندم، در گزارش خبری خوندم که از زبان ایشون روایت میکرد. بحث در واقع چالش ها و مصائبی که به لحاظ جنسی جامعه ایران باهاش طرف هست، بله 20 میلیون نفر به نمیتونن برای نیازهای جنسیشون پاسخ پیدا بکنن، حدود 6 میلیون و نیم زن در واقع مجرد بین در واقع 15 سال تا 30 سال داریم، حدود 5.5 میلیون مرد مجرد بین 20 تا 35 سال داریم. اگر که این آمار رو ما در نظر بگیریم، فقط همین آمار رو به اضافه اینکه این اواخر باز مطرح شد که تعداد زیادی از دختران دبیرستانی دوست پسر دارن، یک خبری من پیدا کردم که اتفاقاً چون این بحث دوست پسر دختران دبیرستانی و داشتن دوست پسر دوباره مطرح شده، ولی سال 2011 من نگاه کردم دیدم که بحث این مطرح شده که یک جامعه شناسی در مورد این مسئله صحبت کرده که 80% دختران دبیرستانی دوست پسر دارن و احتمالاً روابط جنسی تجربه کردن. بنابراین شما اگر این آمار رو در نظر بگیرید، نظر شما به عنوان یک فعال اجتماعی که فعال حقوق زنان هم من میدونم هستید، به نظر شما این یک مسئله هست که باید باعث نگرانی بشه یا این روال عادی اجتماعی زندگی مردم هست و نباید اصلا باعث نگرانی باشه؟ بخشش اصلا به دولت ربطی نداره، بخشش اصلا باعث نگرانی نیست. اگر که افراد تصمیم میگیرن فرزند برن روابط خارج از ازدواج داشته باشن، همون چیزی که ما به عنوان ازدواج تیپ میشیم در جامعه ایران که حالا به دلیل فقدان حمایت‌های خانواده، حمایت‌های اجتماع، در واقع فقدان حمایت‌های قانونی، به هر حال این روابط میتونن از منظری با مشکلاتی مواجه باشن به دلیل فقدان حمایت، ولی از اینکه فرزند افراد تصمیم بگیرن برن ازدواج سفید داشته باشن، خودشون برن با هم دیگه زندگی بکنن، حالا این به نظر نظام اسلامی یک مسئله خیلی بزرگه، ولی این
نظر من یه حق طبیعی آدم هاست. اینکه مثلا دختران جوان، پسران جوان بخوان ارتباط با جنس مخالف رو به هر حال تجربه بکنن، اگر در جامعه آزادی زندگی میکردن، که اینها میتونستن اون آموزش جنسی مورد نظر رو در مدرسه مثل بقیه جاهای دنیا دریافت بکنن، خب واقعا در این زمینه هم مشکلی نبود. و اینا مسائلی نیست که اساسا به دولت مربوط باشه، اینا مسائلی نیستش که به در واقع به کسی اساسا مربوط بشه، اینا مسائل در واقع اتاق به آدم هاست، مسائل شخصی، اینا مسائل حوزه خصوصیه. اما یک بخشی از این مسائل وقتی که برمیگردیم مثلا به آمار طلاق نگاه میکنیم، به آمار پایین ازدواج نگاه میکنیم، به آمار بالای طلاق در سال 96 نگاه میکنیم که بیش از 170 هزار زوج از هم جدا شدن، اون موقع ما میتونیم در مورد آسیب هم صحبت بکنیم، که من فکر میکنم آقای قاضیان در این زمینه بهتر میتونن صحبت بکنن. دقیقاً میخوام آقای قاضیان رو از همین منظر وارد این بحث بکنم. آیا آقای قاضیان به عنوان جامعه شناس شما یک مسئله و یک بیماری اجتماعی میبینید در اون چه که در روابط جنسی در ایران راجبش صحبت میشه، اینکه مثلا تعداد زیادی هستن که نمیدونن که با مسائل جنسیشون چه بکنن، یعنی امکان و دسترسی اونجور که در واقع حکومت و جامعه سنتی ازشون میخواست در چارچوب ازدواج ندارن، آیا شما این رو یک بیماری میبینید برای این جامعه؟ ببینید، من کلن از بکار بردن لفظ بیماری یا آسیب برای بسیاری از مسائل اجتماعی ترهیز دارم، به دلیل اینکه این نوع نگاه یک نوع نگاه در واقع پزشکی است که ما بخوایم وارد علوم اجتماعی بکنیم و از اون طریق چیزهایی رو ناروا بدونیم. اما ناروا و نادرست یا ناسالم دونستن چیزها در یک جامعه برمیگرده به توافق گروه های اجتماعی، هیچ معنای اخلاقی خاصی نداره. یعنی اگر یک گروه های اجتماعی در جامعه که تفوق دارن توافق کردن که چیزی نارواست، میتونن بقیه رو احتمالاً وادار کنن یا از طریق تنبیهات اجتماعی یا به دست گرفتن قدرت سیاسی از طریق قانون دیگران رو وادار کنن که مطابق اون چیزی که اونها روا میدونن عمل کنن. و اگر مطابق اون چیزی که اونها عمل میکنن نارواست، وقت اسم این رو میذارن بیماری، اسم این رو میذارن آسیب. مثلا فرض بکنید روابط جنسی خارج از ازدواج از نظر گروه حاکم در ایران یه چیز نارواییه، بنابراین اگر اتفاق بیفته پس آسیب اجتماعی داریم، جامعه ناسالم داریم، در حالی که اینا در واقع قواعد اخلاقی است که اون گروه معین وضع میکنه به سبب داشتن قدرت سیاسی، اونها رو اعمال میکنه و بقیه رو وادار به تبعیت میکنه و اونها رو تنبیه میکنه وقتی اون رو زیر پا میذاره. اگه وارد این بحث مثلا میزان بالای کارگران جنسی، تعداد بالای کارگران جنسی، بحث‌های مربوط به در واقع ورود کارگران با سنین بسیار پایین به بازار در واقع فروش در واقع مسائل جنسی اضافه بکنیم، آیا این هم به نظر شما نمیشه یک پدیده ای باشه که باعث نگرانی جامعه باید باشه؟ ببینید، اگر مثلا میزان کارگران جنسی رو بخواید مقایسه کنید با بسیاری از جامعه هایی که اتفاقا رسمی‌گری در اونها قانونی هست، ما واقعا نمیتونیم بگیم که در ایران بیشتر یا کمتر. همینطور وجود افرادی با سنین پایین‌تر در جاهایی که رسمی‌گری غیر قانونیه و ما میدونیم که به صورت سیاه این کار انجام میشه، برای من هیچ کدوم از این دوتا لزوما مؤید این مشکل نیستن. اما در این حال ما میدونیم که مشکلی وجود داره. اون مشکل چیه؟ اون مشکل همون چیزی که شما در یک عبارت گفتید و اینکه آیا فکری شده برای این عده، که یعنی جامعه یا دولت فکری کرده برای این عده زیاد 20 میلیونی یا به تعبیری که خانم نیکو نظر به کار بردن مجموع 11 میلیون آدمهایی که در سن ازدواج هستن و هنوز مجردن، آیا جامعه یا دولت برای این فکری کردن؟ مشکل از اینجا شروع میشه که انگار قرار دولت فکری بکنه و ما باید به فکری که دولت میکنه تمکین کنیم. اتفاقا دولت کاری که میکنه باید جلوی فکر آدم‌ها رو برای اینکه رابطه جنسی داشته باشن یا چگونه داشته باشن بگیره، یعنی بذاره که اونا اونجوری که دوست دارن فکر بکنن و اونجوری که دوست دارن عمل کنن. اشکالی که ایجاد شده و این رو میشه منشأ یک مشکل دونست، این است که دولت یا حکومت میخواد یک قاعده معین بذاره برای روابط جنسی آدم‌ها و اون رو کاملا از بالا به صورت اجباری برای همه یکسان اجرا بکنه. ولی مشکل این است که این قواعد با طبیعت انسان‌ها، با اونجوری که انسان‌ها خودشون در تاریخ یا در جامعه‌های مختلف نشون دادن، به شدت ناسازگاره و به علاوه محیطی که این انسان‌ها در زندگی می‌کنن هم با اجرای اون سیاست کاملا مغایر. بنابراین بحران
از اینجا شروع میشه، نه از جایی که به قول خانم نیکو نظر دولت دخالت میکنه در اتاق خواب مرد. متوجهم، ولی حالا ما بحث سنت رو هم من میخوام وارد این بحث بکنم، به خاطر اینکه ما با جامعه طرف هستیم که به هر حال بحث سنت هم درش خیلی نقش ایفا میکنه وقتی وارد این جور قضایا میشیم، علاوه بر اینکه به هر حال در 4 دهه گذشته حکومت هم به نوعی خودش رو محق میدونه که راجع به این جور مسائل مردم نظر بده و بخواد دخالت بکنه. بخوایم اگر وارد ماجرا بشیم، همین داستانی که اکسونامی داره در واقع تیزر برنامه که دیدیم نشون دادیم، تیزر این روایت میگه یک پرنستاری هست که میخواد در مورد زندگیش به مردم ایران بگه، ولی کسایی که رفتن و فیلم رو دیدن توصیف میکنن که داستان این پرنستار نیست، در واقع نگاهی است به اون مشکلاتی که جوامع غربی از جمله آمریکا مثلا دارن به خاطر روابط آسان جنسی، روابط باز جنسی. فکر میکنید خانم آذرافزا جامعه ایران اگر حکومت هم اینقدر براش نسخه نمی پیچید، به لحاظ فرهنگی آمادگی این رو داشت که یک جامعه باشه با نگاه آزادانه تر به روابط جنسی افراد؟ نه، من فکر نمی کنم که ما حتی در جامعه مثل جامعه آمریکا بتونیم انکار. به نظر میاد که ارتباط ما با خانم آذرافزا فعلا قطع شد، مشکل فنی شد. خانم آذرافزا صدا رو دارید؟ بفرمایید. بله. عرض کردم که ما نمیتونیم انکار کنیم که حتی در یک جامعه مثل جامعه آمریکا ما شاهد یه مشکلاتی توی روابط انسان‌ها هستیم که گاهی تهدید میشه برای جامعه. اگر غیر از این بود، در چند سال گذشته خود سازمان ملل یه بحث خانواده اینقدر تاکید نمی‌کنه. برای این مسئله اینجوری نیست که فقط ما این موضوع تو ایران داریم یا به خاطر دخالت حکومت این مسائل در ایران خیلی برجسته میشه و مورد بحث قرار میگیره. البته سطحش و نوعش حتما متفاوته. پس اینجوری، یعنی من میخوام بگم که یه سری مسائلی هست در مورد روابط انسان‌ها و کلاً صنعت شدن سکس که میشه که شانس یافتم دنبالش رفته پی گرفت. اما در مورد اینکه چرا در ایران دولت اساسا توی امور اجتماعی دخالت زیاد داره، این که ما این درست بدونیم یا غلط بدونیم یه حرفه، ولی اینکه ما تو شرایطی الان نیستیم. ببینید، ما تو 40 سال گذشته با در نظر بگیریم، پیش از این دوره و 40 سال پیش، جامعه با چه تضادهایی از روی فازی که در دوران نظام گذشته بود وارد این نظام جدید شده. یه تضاد بارزی ما داشتیم بین ایران و غرب، و غرب به عنوان یک مهاجم شناخته میشد. میگم من اینجا ارزش گذاری نمیکنم، عقاید خودم و فعلا سر بر خودم نگه میدارم. یکم تضاد دین و مدرنیسم رو داشتیم که مدرنیسم اساسا ویرانگر هویت که جامعه تلقی میشده، و این تلقی بارز بوده، مختص فقط نیروهای مذهبی هم نبوده. حالا به هر علتی ما تو حوزه‌های مختلف این تضاد رو تو این 40 سال داشتیم. اینکه تقصیر کی بوده و این حرفا باز مورد بحث من نیست. بنابراین ما نمیتونیم خیلی مثلا به صورت ذهنی یا خیال بافانه بگیم دولت بود دخالت تو مثلا توی عمر مردم کم کن. بله خانم آذرافزا، اگر ما تشخیص ندیم که تقصیر کی هست و نخواهیم مقصر رو پیدا بکنیم، چطور میتونیم مشکل رو حل بکنیم؟ من نمیگم که دنبال دل نباید بگردیم. من دارم میگم که اینکه دولت نباید توی امور اجتماعی، تو امور خصوصی شهروندان دخالت کنه، یا کجا دخالت کنه، کجا دخالت نکنه، این یه مسئله هست که باید توی پروسه اتفاق بیفته. ما هنوز در کشور درگیر مسائل امنیتی خودمون هستیم. من میگم اینجا، اینکه میگم من دنبال الان نمیخوام بگم کی مقصره، برای اینکه ما از متن این بحث باید بریم توی حاشیه و بریم توی موضوعات دیگه، ولی کشور ما شدیداً به مسئله امنیتی روبروه و دولت تو حوزه فرهنگ، تو حوزه روابط انسان ها، تو مسائل حقوقی نمیدونم زنان، حوزه‌های مختلف هر چیز رو ممکنه تهدید ببینه، ممکنه تفاهم داشته باشه و ممکنه اونا واقعا تهدیدهای جدی باشن. من الان این
بذارید خانم ازرفسا، من آقای قاضیان و خانم نیکونظر رو وارد این بحث بکنم، برای اینکه میخوام ببینم که آیا واقعا این نظر شما با نظر اونها در این زمینه همخوانی داره یا نه. خانم نیکونظر، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید مسئله مملکت ایران الان چون مسائل امنیتی هست اینجور مسائل هم به هر حال کنارش دیده میشه؟ نشدم بحث خانم ظرفسا دقیقاً چی هست، به دلیل اینکه ایشون مطرح میکنن بحث امنیت رو، من چون میگم مشکل ما در حال حاضر امنیت، مشکل ما امنیت یا مشکل ما اینه که دولت میخواد همه چیز رو از جنبه اتاق‌ها و مسائل جنسی ما رو امنیتی بکنه. این من اینو دقیقاً متوجه نشدم. و بعد اینکه بلا فاصله زمانی که خیلی جالبه، زمانی که بحث مشکلات داخل ایران پیش میاد، بعضی افراد شروع، یعنی از یک در واقع دیدگاه سیاسی مشخص، بلا فاصله بیرون رو نگاه میکنن، بلا فاصله غرب رو نگاه میکنن، بلا فاصله آمریکا رو نگاه میکنن. الان بحث ما هم در مورد همین مستند سونامی هم همین هست که اینها رفتن یه پرنستار آمریکایی آوردن در مورد این صحبت بکنه که حالا مشکلات در واقع انقلاب جنسی در غرب چی بوده و وای اگر که ما اگر که بخوایم مثلا آموزش جنسی داشته باشیم ما مثل اینا مثلا بیچاره میشیم. من واقعا فکر میکنم که این نکته قابل اشاره هست، چون با توجه به اینکه در این تیزر این اومده که این خانم میگه my job is respected here، که من به نظرم میاد که این خود این گزاره مسئله داری هست. به هر حال کسانی که اینجا هم وارد یک همچین در واقع شغل هایی میشن، اینطوری نیست که بگیم که شغلی هست که جامعه بهش احترام خاصی میگذاره. این به هر حال یک آدمایی هستن که این چنین کاری رو ممکنه که انتخاب میکنن و جامعه هم به هر حال بهشون کاری نداره، ولی این نیست که به هر حال اینا به خاطر این کارشون مورد احترام قرار میگیرن. بفهمید خانم میکونزن، صحبت کردن در مورد جامعه آمریکا، به هر حال هر جامعه انسانی با مسائل خودش مواجهه، غربم با مسائل خودش مواجهه، در این شک نیست. ولی من نمیدونم وقتی که در حال حاضر طبق نظرسنجی پیو 88% آمریکایی‌ها در مورد این صحبت میکنن که مهمترین دلیل ازدواجشون عشق بوده. شما اگر که محصولات فرهنگ عامیانه آمریکایی رو نگاه بکنید، بیشتر تکیه روی عشق رمانتیک هست. یعنی از شما محتوای تبلیغات غرب رو نگاه بکنید، بحث ازدواج و عشق رمانتیک تا مضمون کمدی رمانتیک ها تا مضمون سینمای هالیوود که تاکید بسیاری رو مسئله خانواده داره، 88% آمریکایی‌ها میگن که ما به دلیل عشق ازدواج کردیم. بیش از 50% همین چند روز پیش این نظرسنجی که پیو انجام داده، بیش از 50% آمریکایی‌ها اعتقاد دارن ازدواج یک امر مهمه. نظر میخوام، یعنی شما میخوایم بفرمایید که این روایتی که به هر حال این مستند داره میده از جامعه آمریکا چندان منطبق با واقعیات اون جامعه نیست. اما بذارید من یک چیز دیگه رو هم اینجا اضافه کنم علاوه بر اون صحبتی کردم. بحث اینه که به هر حال مصرف فیلم های پورنوگرافی در این سوی دنیا هم به هر حال خیلی بالاتر از سالهای گذشته است. دسترسی آسان به این جور فیلم ها خودش الان برای بسیاری از خانواده هایی که نوجوان دارن نگران کننده است، برای اینکه تصویر نادرستی که این فیلم ها در مورد روابط جنسی تبلیغ میکنن و شیوه غلطی که به خانواده در واقع به جوان ها به نوجوان ها به خصوص میگن که این شیوهی هست که باید در واقع رابطه باشه، باعث نگرانی در این جامعه هم هست برای بسیاری. ولی بحث عمده این هست که وقتی یک فیلمی روایتی ساخته میشه از زندگی یک پورنستار که در ایران نمایش داده بشه که به جامعه ایران گفته بشه که شما اگر این راه در واقع آزادی های اجتماعی که برخی از افراد در جامعه دنبالش هستن نتیجهش میرسه به اینی که این خانم پورنستار داره میگه، فکر میکنم اونه که برای بسیاری در فضای مجازی مسئله بوده. آقای قاضیان، نظر شما رو هم میخوام در مورد این بدونم. ببینید، اگر بخوایم مقایسه بکنیم شاید بهتر بشه به این پاسخ سوال شما پاسخ داد. توی خود پوستر این فیلم یکی از اشخاصی که چهرهش گذاشته شده آلفرد کینزیه. آلفرد کینزی کسی بود که از اولین تحقیقات مربوط به سکس رو در جامعه آمریکا انجام داد و کتابی که تو سال فکر کنم 1953، یعنی چیزی بوده مثلا 60-70 سال پیش منتشر کرد، یک کتابی بود در مورد رفتار جنسی انسان مادینه. این کتاب چیزی بوده 840 صفحه بود، ولی موقعی که این کتاب منتشر شد به خاطر اینکه راجع به مسائل جنسی بود، در عرض یک ماه 270,000 نسخه از این کتاب فروش رفت. چرا؟ چون جامعه آمریکا هنوز عادت نکرده بود در مورد سکس صحبت بکنه.
برای سکس ولع داشت ولی با ممنوعیت روبرو بود. این ممنوعیت البته ممنوعیت اجتماعی بود، ولی ممنوعیت اجتماعی هم میتونه به همون اندازه سرکوبگر باشه که ممنوعیت سیاسی. حالا امروزه اگر یه همچین کتابی که نه حتی اگه یه کتاب کاملا پرن منتشر بشه، فکر می‌کنید در آمریکا 27 هزار نفر خواهند خرید، چه برسه به 270 هزار نفر در یک ماه. این رو مقایسه کنید با همین فیلم که برای اینکه مردم رو بکشونه به سینما از کلمه پرنستار استفاده کرده و وقتی اکران میشه مجبورن که سانس دوم رو هم به خاطر هجوم جمعیتی که از سر و کول هم دیگه بالا میرن به خاطر ولع یک دقیقه حضور یک هنرپیشه به اصطلاح فیلم های پرن سانس دوم بفروشن مردم از سر و کول هم دیگه بالا میرن. البته اون خانم هم ظاهرا هنرپیشه فیلم پرن نیست، اون خانمی که در این تیزر نشون داده میشه یک هنرپیشه هست که نقش رو بازی میکنه. بله، ولی میخوام بگم این نکته تحریک کننده در این پوستر چگونه باعث هجوم افراد میشه و ما میدونیم که چقدر جستجو میشه از جانب ایرانی ها با وجود اینکه محدودیت زیادی وجود داره برای دسترسی به اینها. خب این دوتا جامعه رو مقایسه بکنید، جامعه‌ای که منهاش رو برداشته و امروز اینه که امروز میبینی و جامعه‌ای که پر از منعه، چه منع اجتماعی چه منع سیاسی برای جلوگیری از روابط آزادانه جنسی. خب محصول هر دو رو در این دوتا جامعه میبینیم. جامعه اسلامی سعی کرده با سکس زدایی از محیط، محیط رو ازش سکس رو برداره، رابطه‌های جنسی رو محدود کنه به اون چیزی که اسلام بهش تایید کرد، مورد تاییدش قرار داده، ولی حاصلش رو ببینید چی شده. همه فضاها جنسی شدن، یعنی از خیابون و کوچه و دانشگاه و اتوبوس و مترو. این رو مقایسه کنید با جامعه مثلا آمریکایی که جلو این چیزها رو نگرفته و به قول این فیلم آزاد گذاشته. خب از این فکر نمی کنید ما در تعاریف دو جامعه از سکسی و رابطه جنسی تضاد و تفاوت میبینیم؟ مثلا شما در جامعه آمریکا احتمالاً چیزی که بهش جنسی یا سکسی اطلاق میشه با اون چیزی که در جامعه ایران بهش سکسی یا جنسی اطلاق میشه متفاوت هست، اینطور فکر نمی کنید؟ من مشخصاً راجع به رابطه جنسی صحبت میکنم، نه سکس به معنی کلی، جنسیت به معنی کلی، رابطه جنسی. اگر رابطه جنسی رو بخوایم در نظر بگیریم و تمنای رابطه جنسی و رفتن به دنبال رابطه جنسی، خب یه ملازماتی داره. مثلا در محیط شما باید این رو بتونید ببینید. مثال بزنم، الان زنان مثلا در محیط کار در جامعه ایرانی احساس امنیت جنسی یا به اصطلاح رابطه جنسی بیشتری میکنن، یا در جامعه آمریکا توی خیابون چطور؟ اگر یه خانم بیسته به تمنای رابطه جنسی، آیا ماشین ها صف نمیکشن براش؟ آیا روی میز دانشگاه پر از عبارات مربوط به رابطه جنسی نیست و اشکالش رو روش نکشیدن؟ توی دانشگاه، روی میز دانشگاه، جایی که قرار بود از همه جا سکس زدایی بشه، سکس به جاهایی رفته که اصلا فکرش رو هم نمیکردیم. یعنی کاملا اون سیاست نه تنها به هدفش نرسیده، بلکه هزینه های بزرگی تحمیل کرده به جامعه و بلکه اتفاقا جامعه رو خیلی سکسی تر کرده. یعنی ولع نیاز به رابطه جنسی رو خیلی بیشتر کرده که ما با اشکال بسیار متفاوتی رو برو هستیم و خود هجوم به این فیلمی که من گفتم و مقایسهش با اون کتاب کینزی در دو زمان مختلف کاملا بیانگر این است که این سیاست های مختلف، یعنی آزاد گذاشتن جامعه برای اینکه خودش در مورد رابطه های جنسیش تصمیم بگیره یا سرکوب کردن جامعه برای اینکه به یک شیوه معینی به رابطه های جنسیش سازمان بده، چگونه دو پیامد کاملا متضاد داشته. خانم آذرافشان، من در موقعیت های متفاوتی که با شما گفتگو داشتیم در این برنامه متوجه شدم شما خیلی اعتقاد دارید به روش تدریجی، تغییرات تدریجی که به هر حال جامعه ایران ظرف سالیان گذشته تجربه کرده و این میدونم که خوشبین هم هستید، دفعات قبل باهاتون هر بار صحبت کردم. آیا در این زمینه هم این خوشبینی وجود داره؟ آیا فکر میکنید که آرام آرام به هر حال جامعه ایران میره به سمتی که این مشکلاتش رو خودش به نوعی بتونه حل بکنه؟ من بودید چون یه لحظه قطع شد، من متوجه نشدم من مخاطب شما هستم. عرض کردم بله خانم آذرافشان، عرض کردم که شما معمولا خیلی خوشبین هستید که به صورت تدریجی مشکل جامعه ایران در هر زمینه ای که حالا مسائل اجتماعی هست حل میشه. فکر میکنید در این زمینه هم این اتفاق میفته؟ ببینید من اولا نقدی کنم به صحبت این مقایسه ای که جناب قاضیان کردن. درسته که باید کشورها رو باید مقایسه کنیم تا از تجربیات بتونیم به درستی استفاده کنیم، ولی اگر ایران امروز رو بخوایم مقایسه کنیم در این مقایسه، باید آمریکای این سال رو مقایسه کنیم که اون آقای نویسنده محقق برای اولین بار اون کتاب پورتیراژ رو منتشر کرد، نه اینکه مثلا آمریکای امروز رو با ایرانی مقایسه بکنیم که در واقع برای ساختن یه نظام مدرن خیلی هنوز جوانه.
من اتفاقا معتقدم که همه شاهدم هم کسایی که ایران بودن حالا الان نیستن. چند سال پیش اگر یه پسر دختری توی خیابون دست به دست هم داشتن راه میرفتن، شاید نیروی مثلا پلیس انتظامی میرفت جلوش میگیره شما چه رابطه ای با هم دارین. الان این اتفاق نمیفته، یا اگه بیفته بسیار نادره. یا اینکه شاید در گذشته اصلا صحبت کردن درباره سکس یک تابو بود، الان نیست. ولی اینی که مثلا فرض میکنیم از یک جناح مذهبی اصولگرا اراده دیده میشه که بیان فیلم بسازن، من این فیلم رو ندیدم و نمیدونم اصلا روی کردش چی، نقدی به این فیلم که ندیدم الان نمیتونم وارد بکنم. ولی من به نظرم میرسه که همین که تو فضای عمومی میتونن الان این مسائل رو مطرح بکنن، این نشوندنده این هست که برقال دومان راهکارهای جدید میگردن. بنابراین من فکر میکنم که جامعه ایران یه جامعه کاملا در حال آزمون و خطاییه. من یه توضیح هم اگه فقط طرح مسئله بفرمین شما بفرمین. ارتباط ما من میخواستم بپرسم که آیا این فکر میکنید که راه حلی هم پیشنهاد میدن اون گروه هایی که به هر حال نگران این وضعیت هستن؟ به قول شما الان به هر حال اینو انقدر مسئله میبینن که میرن راجبش سرمایه گذاری میکنن، فیلم میسازن، یا اینکه نه فقط این رو در واقع طرح مسئله میکنند و اصرار دارن بر شیوه های قدیمی؟ ببینید اولا ما بپذیریم که چرا یک عده‌ای چه تو حکومت چه بیرون حکومت نگران این وضع اخلاقی جامعه هستن. ما نمیتونیم نگران نباشیم به دلیل اینکه ببینید تغییر الگوهای زندگی در ایران به گونه‌ای داره اتفاق میفته که اگر درست مدیریت نشه اون شکاف نسلی ممکنه که خطرخیز باشه. این خطرخیزی فقط برای حکومت نیست، یعنی برای یه فضای مفاهمه‌ای که باید بین نسل‌ها باشه خطر ایجاد می‌کنه و ممکنه خشونت رو واقعا بالا ببره. از این جهت من می‌خوام بگم که یعنی باید توجه کنیم که این نگرانی یه نگرانی جدیه. ولی اینکه آیا راهکارهایی که برای این داره در نظر گرفته میشه کارآمده یا کارآمد نیست، منم معتقدم که این راهکارا کارآمد نیست. ولی خوشامد میگم به اینی که با طرح یه مسئله اساساً فضای گفتگو ایجاد میشه. الان شما ببینید بعد از اکران این فیلم دارن بحث میکنن تو جامعه، یعنی خارج کشور، داخل کشور، تو رسانه، تو شبکه ها دارن بحث میکنن. اما این بحث ها نیازمندی متوجه بحثا... ولی فکر میکنید چرا باید یه پورنستار آمریکایی وارد یک مسئله این چنینی در ایران بشه؟ چرا فکر میکنید که اون کسایی که به هر حال دنبال ساخته یک همچین فیلمی هستن، حالا حتی اگه بگیم در حد تیزر، در حد اینکه افراد رو علاقمند بکنن به دیدن این فیلم برای اینکه صحبت بشه در مورد این موضوع، یه پورنستار آمریکایی رو وارد این بحث میکنه؟ من اگر خودم تهیه کننده یا کارگردان یه همچین فیلمی با مثلا با این محتوا میخواستم باشم نمیرفتم این کارو انجام بدم. ولی احتمالاً فکر می‌کنن که اگر که یک پرنستار آمریکایی بیاد تجربه خودش رو در میون بذاره، شاید برای خیلی از جوانایی که فکر می‌کنن که مثلا بهشت موعود کشورهای غربی هستن، این شاید مؤثر باشه. لابد از این زاویه نگاه می‌کنن که فیلمو مثلا تیزرش اونجوری می‌سازن و از این اشخاص استفاده می‌کنن. متوجه. ولی مهم من یه نکته دیگه می‌خواستم بگم. بفهمید. ما باید جرأت داشته باشیم غرب رو نقد بکنیم. من خودم فرهنگ غرب رو داره دو وجه میبینم. یه وجه مدنی میبینم که خب در اونجا به کرامت انسان، به حقوق بشر، به برابری توجه شده و تجربیات بسیار ارزشمندی برای جوامعی مثل جوامع ما داره. یه وجهش هم انسان و حقوق بشر و رسانه و آزادی و همه اینا واقعا ابزار تجارت هم. و اینم یه وجه غربه. چرا ما که کشور در حال توسعه هستیم و دنبال یه الگوی توسعه پایدار هستیم نباید غرب رو نقد بکنیم؟ من شاید این فیلم رو نپسندم، ولی اگه خودم ساز باشم یکی از رسالت خودم رو نقد جامعه غربی میبینم و این هم حق ماست هم بسیار هم مفیده. تو خود جوامع غربی هم گروه ها و گرایش زیادی هستن که این فرهنگ مسلط رو به شدت نقد کنن. اجازه از خانم نیکو نظر نظرش رو بپرسم، چون به نظر میاد که صحبت دارن در این زمینه. بفرمایید. حالا من فکر نمی‌کنم ما احتیاج داشته باشیم غرب رو نقد بکنیم. من فکر می‌کنم که بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم از جمله
در واقع کسایی که یک دستی در سیاست دارن داخل ایران هستن و موافق هستن با گفتمان مسلط بر ایران، این هستش که نگاه بکنم چطوری میتونن آمار طلاق رو پایین تر بیارن، چی کار میتونن بکنن برای اینکه اون 170 هزار نفری که سال 96 از هم جدا شدن و خانم ملاوردی مطرح میکنه که مسئله اینا مهمترین مسئلهشون مسئله جنسی بوده، یعنی که اینها به حال مهمترین مسئلهشون مسئله جنسی بوده که احتمالا برمیگرده به اینکه آموزش جنسی درستی وجود نداره، برمیگرده به افسردگی، برمیگرده به فشارهای اقتصادی و اجتماعی که روی مردم ایران هست، اونا رو درست بکنن. من فکر میکنم که قبل به اندازه کافی در از تریبون‌های آکادمیک، از تریبون‌های رسانه‌ای تمام روشنفکران حوزه عمومی، مخصوصا روشنفکران چپگرا برای حوزه عمومی، روی مسئله پورنوگرافی، روی مسئله اروتیزه کردن در واقع بدن زن یا در واقع اینکه پورن چطوری مثلا بدن زن رو تحقیر میکنه یا زن رو تبدیل میکنه به ابژه تحقیر و خشونت، در مورد همه اینها، در مورد کامرشیالایز شدن یا کالایی کردن سکس. خب فکر نمی کنم میکنه نظر، شاید این که به هر حال عده‌ای در جامعه ایران این نگرانی رو دارن و میخوان راجع به این هشدار بدن، نباید چیز بدی باشه. به هر حال یک همچین ممکنه یک همچین نگرانی که در آینده زنان ایرانی بیشتر از این زمینه در واقع در این زمینه بهشون ضرر برسه، در واقع از چاله در بیان به نوعی، به جوری که گفته میشه بیفتن تو چاه. فکر نمی‌کنم خب این خوب هست که از همین حالا بدونن یه چیزایی رو. من اصلا نمیدونم مگه زنای این دوران قرار پورن استار بشن؟ چه مسئله ما چه ربطی به صنعت پورن داره؟ مگه ما صنعت پورن اصلا در ایران که ما الان بخوایم فرضاً ببینید این بحثی که الان مطرح میکنن خانم آذرافزا و میگن که خوشحالن از اینکه چمچین محصولی ساخته شده، اینا این محصولات به درد نخوری هستن که در واقع پول مردم ایران رو در واقع تو جوب میریزن، اینا پروپاگاندا هستن، محصولاتی هستن. ببینید این مؤسسه فرهنگی آوش که این مستند رو ساخته سال 1390 ثبت شده، همون سالی که مؤسسه فرهنگی اوج ثبت میشه. یعنی شما نگاه بکنید ببینید که این آیا برنمیگرده به بحث در واقع جنگ نرم، بحثی که از بعد از 88 مطرح شد، اون نریتیو یا روایت جنگ نرم که مطرح شد برای اینکه تمام حوزه های فرهنگ و هنر یعنی در کنار امر سیاسی تمام حوزه های فرهنگ و هنر از پوشش و مد و فشن تا تمام مسئولات فرهنگی پلیسی بشن و بیش از پیش فشار روی این حوزه ها باشه، بس سبک زندگی که آقای خامنه ای مدام و مدام مطرح میکنه. این در واقع ما پس از در پس از 88 ما یک تحولی می‌بینیم در شیوه های پروپاگاندای نظام اسلامی. این محصولاتی که ساخته میشن، مؤسسه های فرهنگی که ساخته میشن که در واقع بنیانگذاری شدن برای اینکه این محصولات بی محتوای چرند رو تولید بکنن، اینها همش در جهت این هستش که ما باید مقابل جنگ نرم غرب بایستیم. و اینا اتفاقا یه چیز رو خوب یاد گرفتن، ببینید در این بحث جنگ نرم که اولین بار در غرب یک تئوریسین سیاسی، یک دانشمند سیاسی به اسم جوزف نای مطرح میکنه انتهای دهه 80 اوایل دهه 90، اونجا مسئله اترکشن یا مسئله جذابیت رو مطرح میکنه. میگه اگه شما اگه مثلا دیپلماسی آمریکا میخواد موفق بشه باید از اترکشن یا جذابیت استفاده بکنه. و حالا ما میبینیم که مثلا مؤسسه فرهنگی اورتوپدی میخواد از زبان تراش استفاده بکنه، چطور میاد اینکه بخواد در مورد انقلاب جنسی صحبت بکنن، میان پرنستار میارن، اون پوستر رو شما نگاه کنین، عکس گوگوش اونجا هستن، گوگوش چیکار داره روی اون پوستر. حالا اینا میخوان بحث جذابیت، کسای دیگه ای هم هستن، آقای احمدی نژاد هست، اوباما هست، تعداد زیادی از افراد مختلف هستن. ولی ما بعد اینم یادآوری بکنیم که با آقای محسن آقایی سازنده این کارگردان در واقع این اثر صحبت کردیم، خواستیم ازشون که بیان در این بحث شرکت بکنن که جواب ندادن، خواستیم که نسخه ای از فیلم رو بفرستن ما ببینیم، باز هم جواب ندادن. آقای قاضیان، من میخوام یه بحث دیگه که روی فضای مجازی خیلی
در واقع واکنش ایجاد کرده بود ایکسونامی، این بود که در جامعه که مثلا کنسرت کیهان کلهر در مشهد مجوز نمیگیره و هم میخوره، کنسرت های خیلی از افراد دیگر اجازه پیدا نمیکنه، یا فیلم های خیلی هستن که با مجوز هستن در تهران مجوز دارن، در شهر مشهد اجازه پخش پیدا نمیکنن، یا در بعضی دیگر از شهرستان هایی که سنتی تر هستن، یک همچین فیلمی به هر حال اجازه اکران حالا هرچند خصوصی میگیره در این شهر. فکر میکنید این یک بام دو هوا از کجا میاد؟ خیلی آشکار. خب به این فیلم و مؤسسه که این فیلم رو ساخته و این محصولات رو تولید میکنن، اینها مستثر هستن به کوه احد قدرت و طبیعتاً اونا امکان کارهایی رو در جامعه ما دارن که دیگران ازش بهره ندارن. ولی به نظر من این بحث کاملا بی اهمیته، چون این بخشی از به هر حال تبلیغات سیاسی است در جامعه ایران برای پیشبرد همون به اصطلاح سیاست سکس زدایی از جامعه که تاکنون ناموفق بوده و اینم میخواد اون رو در واقع پیش ببره، در حالی که اینا اسمش ممکنه نقد غرب گذاشته بشه، ولی واقعا اینا نقد غرب نیست. اگر واقعا ما به نقد غرب محتاج باشیم، مجموعه نوشته هایی که غربیان در مورد غرب نوشتن و نقد کردن تمام کتابخونه‌های ایران رو پر میکنه. اگر جمهوری اسلامی یا کسانی که درش اداره میکنن علاقمند بودن به این نقد ها، اجازه میدادن که این نقد ها در جامعه ما به صورت آزادانه منتشر بشه. و علاوه وقتی ما نتونیم جامعه خودمون رو نقد بکنیم، وقت کسی نقد ما رو از جامعه های دیگه هم جدی نخواهد گرفت. من به خاطر دارم در همین یکی از برنامه‌های بی‌بی‌سی یک نقد خیلی کوچکی کردم راجع به مشکلاتی که در جامعه‌های غربی وجود داره و مردم نمی‌بینن این مشکلات رو و به همین علت شیفته غرب میشن، ولی انقدر حمله شد که نشون میداد که کاملا مردم ناراحت هستن از اینکه شما بخواید غرب رو نقد کنید، نه به دلیل اینکه نقد نادرستی است، به دلیل اینکه دیگه نمیتونن جامعه خودشون رو نقد کنن و فکر می‌کنن نقد غرب در واقع بخشی از پروپاگاندای نظام سیاسی است که آدم‌ها میخوان ازش حمایت کنن و بگن جامعه ما خوبه، جامعه غربی بده. شما وقتی میتونید جامعه غربی رو نقد بکنید و موفق باشید و شنونده داشته باشید که امکان نقد در جامعه خودتون رو داشته باشید. اگر جامعه ایران و گردانندگاش اجازه نمیدن که ما نقد جامعه خودمون رو بکنیم، اون وقت نقد جامعه غرب هم بی‌ثمر و ناشنیده خواهد. آقای قاضیان، شما جامعه شناس هستید، به هر حال این مسئله همونطور که صحبتش کردیم یک مسئله محدود به جامعه ایران نیست، مسئله ای است که بسیاری از جوامع باش دست و پنجه نرم کردن. این مشکل رو به هر حال، یا حالا اگه اسمش هم نذاریم مشکل، به هر حال این چیزی هست که در همه جوامع بوده. فکر میکنید که آیا نگاه به جوامع دیگه راه حلی جلوی پای ایران میذاره؟ در نظر داشته باشید که در ایران مسئله اصلی این هست که روابط آزادانه جنسی مسئله است، هم به لحاظ سنتی هم به لحاظ به هر حال نگاهی که حکومت جمهوری اسلامی داره، راهکار چیه؟ بله، دقیقا این نکته که گفتید اتفاقا به من امکان میده اون نکته رو که در مورد کنترل دولت برای تعیین شکل رابطه جنسی گفتم بیشتر توضیح بدم. درسته در ایران این به اصطلاح دولته که به خاطر اینکه یک خرد فرهنگ مسلط شده و قدرت سیاسی رو گرفته، سعی میکنه شیوه مرسوم و مقبول رابطه جنسی رو که خودش میپذیره به بقیه جامعه تعمیم بده و از سایر شیوه ها جلوگیری کنه. اما در جامعه های دیگه هم اینطور نیست که همه آزاد باشن، اون جامعه ها هم نوعی کنترل دارن، اما این کنترل اجتماعی است، یعنی از طریق گروه های قدرتمند اجتماعی که اکثریت دارن، قواعد اخلاقی رو تعیین میکنن و از طریق اون، از طریق مجازات آدم هایی که نمیخوان اون قواعد اجتماعی رو رعایت کنن، بقیه رو منکوب و سرکوب میکنن. به همین علت اتفاقا این مسئله جنسی و روابط جنسی در همه جای جهان با نوعی بحران روبروست، چون میل جنسی یک میل سرکش و نامحدوده که حتی گاهی اوقات با پاسخ دادن به این میل و نیاز تشدید هم میشه برخلاف بسیاری از امیال ما. بنابراین وقتی جامعه ها میخوان یک قاعده اخلاقی بذارن روی اون و اون رو محدود کنن، از همینجا بحران شروع میشه. یعنی چیزی رو میخوان قاعده مند کنن که فی نفسه و در ماهیت خودش قاعده مند نمیشه و قاعده پذیر نیست و از اینجا بحران شروع میشه. حالا به میزانی که شما این قاعده های اخلاقیتون زیادتر باشن، ببخشید من همینجا بله ولی آخه شما میگین قاعده مند نمیتونه باشه، ولی به هر حال مثلا چارچوب ازدواج راه حلی هست که به هر حال از سال هزاران سال قبل من همین دارم عرض میکنم. من میخوام
میخوام همین بگم، میخوام بگم این قاعده های اخلاقی رو گذاشتن، چارچوب ازدواج، خانواده، زناکار، دونستن کسانی که بیرون از خانواده در واقع میخوان روابط جنسی داشته باشن، کاملا هم قواعد اخلاقی است که من دارم داشت صحبت میکنم. سعی کردن اینو قاعده مند کنن، ولی چرا هنوز بحران وجود داره؟ یعنی چرا این خانواده از هم میپاشه؟ چرا درش خیانت رخ میده؟ چرا به اصطلاح استوار نیست؟ چرا روابط خارج از ازدواج وجود داره؟ چرا هنوز پورنوگرافی این همه تولید و محصول داره و قابل فروشه؟ چرا اینقدر میل به نیاز و مصرف اینها وجود داره؟ چرا روسپیگری کماکان وجود داره؟ پس معلومه شکل‌های دیگری از به اصطلاح برآورده کردن نیاز جنسی وجود داره که این قاعده‌های اخلاقی نتونسته پوشش بده و شکست خورده به این مفهوم. اگر این قاعده‌ها موفق بودن، پس ما نباید سایر اشکال روابط جنسی خارج از این قواعد رو می‌داشتیم. اینکه این دو تا با هم ناسازگارن نشون دهنده به اصطلاح اون ماهیت و نقطه اصلی بحرانه، یعنی قاعده مند کردن چیزی که چندان قاعده پذیر نیست و از همینجا مشکل شروع میشه. به میزانی که این قاعده ها محدود کننده تر، وسیع تر و خودپوشش تر باشن، خب بحران شدید تر مثل جامعه ایران. در جاهایی که اینا کمتره، این بحران کمتر. مثلا جامعه آمریکا رو که به خانواده و دین خیلی اهمیت میدن مقایسه کنید با جامعه های شمال اروپا، خب بحران جنسی در جامعه آمریکا خیلی بیشتر هست تا بحران جنسی در بسیار کشورهای اروپای شمالی. خانم ازر افسا، بحث در واقع سیاست‌های جمعیتی هم مطرح است و همینطور ماجرای کم شدن میزان ازدواج‌ها که به نظر میاد که نگرانی عمده دیگری هست در میان سیاست‌گذاران در ایران و اون رو هم به نوعی ربط میدن به این که به هر حال دسترسی آسان جنسی برای بعضی فراهم شده از طریق راه‌های خارج از چارچوب ازدواج و این شده که خیلی از اینها دیگه تن به ازدواج نمیدن. فکر میکنید سیاست‌های جمعیتی در جمهوری اسلامی چقدر هماهنگ هست با اون اهدافی که واقعا جامعه در واقع حکومت ایران و سیاست‌گذاران ایران دارن برای ازدواج بیشتر، تولید مثل بیشتر، اونطور که به هر حال خود آقای خامنه‌ای میگه و بسیاری از مسئولان دنبالش هستن؟ سیاستهایی که اتخاذ شده، برنامه‌ریزی‌هایی که شده، چقدر سازگاری داره با واقعیت‌های جامعه، به این بخوایم بپردازیم، نقایص خیلی زیادی داره. مسئله ما فقط در حکومت نیست. ببینید، من می‌خوام اینو بگم که یه نگاه سیاسی در داخل کشور وجود داره که هر چیز خارج از، یعنی در داخل قدرت وجود داره که هر چیز خارج از قدرت رو و خارج از اون جریان رو بستر می‌بینه، خصوصا اگر من عذرخواهی میکنم، خط ارتباطی ما به خانم آذرافسا خیلی خط مطمئنی است. الان فکر کنم وصل شده. خانم آذرافسا برگشتید، بفهمید. بله، ببینید، من عرض کردم این نگاه سیاسی که از سوی قدرت نسبت به جریان‌های بیرون قدرت وجود داره، یه نگاه دفعی و تاریک‌بینی از اون طرف هم هست. مسائلی که الان مورد بحث هست توی این به صدا امشب، اینجوری نیست که ما فقط مشکلات رو در درون حکومت و قدرت ببینیم. ما یه مشکلی تو جامعهمون داریم. یه جامعه‌ای که کنده شده، یعنی یک برکندنی از اون به اصطلاح ریشه‌های سنتی خودش پیدا کرده و هنوز توی این فضای مدرنی جاگیری درستی نکرده. یه بخشی از آشفتگی‌هایی که ما می‌بینیم مربوط به این فاز تاریخی تو جامعه ماست. همش مربوط به حکومت نیست. خب طبیعی است که حکومت هم دنبال سیاست‌گذاری و برنامه‌هایی میره که ممکنه کارآمد باشه، ممکنه با واقعیت‌ها ناسازگار باشه. من اینم اضافه کنم، ببین، من اصلا دفاعی از ساخت این فیلم و سازندگانش نمی‌کنم، حداقل به این دلیل که شما نمی‌خوام پیشتا، یعنی به خاطر اینکه این مربوط به اوج یا غیر اوج هست فوری محکومش کنم. من تا اون فیلم این فیلمو نبینم خودم راجعش اینکه رویکرد درستی داشته یا نه قضاوت ندارم. ولی اصلا فرض کنیم که این فیلم با خیلی ناکارآمد ساخته شده. ما از مطرح شدن این موضوع توی فضای اجتماعی باید استقبال بکنیم. مثل اون زمانی که آقای رئیسی برای تبلیغات ریاست جمهوریش رفت سراغ تتلو. اینی که ما تتلو رو دوست داریم یا دوست نداریم یه بحثه. اینی که ایشون می‌خواست استفاده ابزاری از تتلو بکنه یا نه یه بحثه. ولی اینه که آقا بالاخره تتلو هم مال یه بخشی، مال یه قشر در جامعه بود که امکان پیدا کرد آقا به رسمیت شناخته بشه، ولی با هر انگیزه ای ما از این بود استقبال کنیم. ببینید، من اینه میتونم بگم و ما نباید با نگاه سیاسی
چون خیلی متنفریم از جمهوری اسلامی دیگه بیاین اونجوری برخورد کنیم با این مسئله. من میگم که اگر در نظر بگیریم که بخشی از مشکلات ما مال این فاز تاریخی جامعه بله. خب به نظر میاد بازم ارتباط ما قطع شد. بذاری من از خانم نیکو نظر نظرشون رو بپرسم. موافق هستید خانم نیکو نظر با صحبت‌های خانم آذرافزا در این زمینه؟ جامعه ایران در یک حالت گذاری قرار داره، به حکومت هم همه مشکلاتش ربط نداره، بخشی از مشکلاتش مشکلاتی هست که حکومت ایجاد کرده. ببینید این یه مود تحلیلیه، خیلی هم مود نخنماییه که ما همه چیز رو به یه دوگانه سنت مدرنیته در واقع تقلیل بدیم و همه چیز رو بدیم مثل این ممونه که مثلا ما قالب آجر داشته باشیم بعد مثلا آجر قالب کنیم. این بعضی وقت هم روی کرده بعضی تحلیلگران نسبت به مسائل اجتماعی همینطوریه، قالبی، یعنی اینکه ما همه چیز رو توی این دوگانه سنت و مدرنیته میبینیم و همه چیز رو میخوایم اینطور تحلیل بکنیم. و خب اینجا وقتی که ما میگیم که بله تو ما یه جامعه‌ای داریم که جامعهمون کنده شده، سنتی بوده، حالا داره به سمت مدرنیسم حرکت میکنه، خب این یه چیز، یه مرحله طبیعیه و ما باید بپذیریمش. پس این اتفاقاتی هم که داره در جامعه ما میفته، اینا همش در واقع یه جورایی سرنوشت مختوم یک جامعه‌ای هستش که توی این فاز تاریخی قرار گرفته. نه اینطور نیست، اینطور نیست، نه من قبول ندارم صحبت‌های شما اینطور نیست. یه بحثی رو حالا ما خیلی فرصتمون کم هست ولی من میخوام این رو هم از شما بپرسم. به نظر شما نقش فقر چی هست؟ فقر اقتصادی رو صحبت میکنم اما نه فقر فرهنگی. فقر اقتصادی چقدر تأثیر داره در موقعیتی که الان مواجه هستیم باهاش؟ از این نظر میگم که مثلا در مورد هجوم در واقع وفور کارگران جنسی میگن دلیلش این هستش که بسیاری نیازمندن. هر حال مسئله فاکتور فقر که خیلی مهمه در این شک نیست، ولی اگه اجازه بدین هم من بحث قبلی ما ادامه بدم هم بحث قبلی در ارتباط با صحبت شما هست. ببینید من میخوام یک جمله از بودریار فیلسوف فرانسوی و تئوریسین فرهنگی در مورد سکس و امر جنسی بگم که فکر میکنم که به کار تحلیل امشب ما میاد. میگه که امر جنسی هرگز فیک نمیشه، هرگز از بین نمیره. امر جنسی تبدیل به امر متعالی یا امر اخلاقی نمیشه. امر جنسی سرکوب نمیشه، بلکه تبدیل به چیزی سکسی تر از سکس میشه، تبدیل به پورن. و بعد حالا در ادامه بحثا که این فیلسوف فرانسوی مطرح میکنه و کسای دیگه که روی این بحث سکشوالیتی و امر جنسی رو بحث میکنن، در مورد این حرف میزنن که چطور وقتی که در یک جامعه فقدان دیگری وجود داره، یعنی اینکه آدما همه برمیگردن به درون خودشون، آدما خودمحور میشن و فقط به خودشون فکر میکنن، و در یک جامعه ای که همه چیزش نابسامانه، همه چیزش نادرسته، مثل یک جامعه، مثل جامعه ایران که به هر حال در یک نظام سیاسی در واقع تمامیت خواه داره زیست میکنه، همه چیز اشتباهه، همه چیز از محتوا خالی میشه، همه چیز از معنا خالی میشه، سکس هم از معنا خالی میشه، سکس هم دیگه بی‌معناست، به دلیل اینکه دیگری وجود نداره، به دلیل اینکه کسی به دیگری فکر نمی‌کنه. تجربه امر در واقع اروتیک در و سکسی که معنا داشته باشه در حضور در واقع در حضور دیگریه. زمانی که آدما برمیگردن در خودشون گرفتار و اسیر میشن، دچار خودمحوری هستن و به خودشون فقط فکر میکنن، اون امر اروتیک هم شکلی معنا میشه. اتفاقی که میفته در جوامع این هست که آدم ها به لحاظ حسی مسخ میشن، به لحاظ حسی جدا میشن و پی لذت هستن. اون اتفاقی که به نظر من متاسفانه در جامعه ایران افتاده، یه اتفاق مدرن نیست صرفا که مثلا رفتن به آلترناتیو های جدید یا شیوه های جدید. بخشی از این تجربه های جنسی در ایران اصلا تجربه های پیشا مدرنه، یعنی اینکه شما نگاه بکنید مثلا این بحثی که دخترهای جوان سکس رو در مقابل فرزن ماشین مرد بخوان یا مردها فکر بکنن که ماشین داشته باشن میتونن مثلا سکس بخرن، اینا تجربه های پیشا مدرنه. در پیشا مدرن
متاسفانه وقت ما همینجا تموم میشه خانم نیکو نظر. من ممنونم و عذرخواهی میکنم که مجبوریم همینجا قطع بکنیم. آقای قاضیان و خانم آذرافسا، از شما هم ممنونم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که در این حدود یک ساعت همراه برنامه صفحه دوی آخر هفته بودید. برنامه رو میتونید برای یک هفته روی وبسایت ما و سایت یوتیوب هم ببینید. میتونید پادکست برنامه رو هم در تلگرام و همینطور اپلیکیشن پادکست دانلود کنید و بشنوید. شب و روزتون خوش. We'll be right back.